نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 15 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه در رابطه با حکم متولی شرعی در وقف فرمودند متولی شرعی کسی است که مکانی را برای حسینیه و یا مسجد وقف می کند و چنانچه این شخص خودش تولیت آن را بر عهده نگیرد و تولیت آن را به شخص یا اشخاص دیگری از جمله نزدیکان خود و حتی دیگران واگذار نماید در این صورت آن افراد هم متولی شرعی خواهند بود محظم له در رابطه ما موقوفه که واقف برای آن متولی تعیین نکرده فرمودند چنانچه کسی مکانی را برای مسجد حسینیه مدرسه و یا هر چیز دیگری وقف کرد اما برای آن متولی معین نکرد متولی شریان فقیه جامع و شرایط است ایشان در ادامه فرمودند در چل این شرایطی فقیه جامع و شرایط می تولیت این گونه موقفه ها را به شخص دیگری واگذار نماید که در آن صورت آن افراد هم متولی شرعی خواهند بود آیت الله شیرازی با تاکید بر اختیارات حاکم شرع در این گونه موقوفه ها فرمودند حسب امف و نظر فقیه جام و شرایط و هر آنچه که در مسیر وقف مسلحت بداند لازم است که به آن عمل شود معظم الله در ادامه فرمودند گاه ممکن است که متولی شرعی سرپرستی و اداری مکان وقف شده را به چند نفر واگذار نماید که در چنین شرایطی لازم است آن افراد نسبت به امور آن موقوفه با یکدیگر توافق داشته باشند با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم حتی هو اللي شرعی لا له تجاوز مصلحة الواقع حتى لو إذا شاء واحد وقف مسجد أو حسينية وقضي على التولية لنفسه وبعدين يريد يشيل واحد يخلي آخر قد يكون كوكيل عنه كناية عنه ما يخالف أما ينطي تولية لغيره لا ما يصير تغيير ما يصير بعد الوقت حتى للواقف